سلام، به زربنا خوش آمدید. در مورد افزایش صادرات میوه خشک و نباتات طبی صحبت میکنم با مهمانم سید عظیم مصطفی هاشمی، رئیس اداره صادرات میوه خشک و نباتات طبی که از کابل روی خط اسکایپ با ماست بحث میکنم. آقای هاشمی سلام، خوش آمدید به بس. در مورد صادرات میوه خشک به ویژه کشمش گفته شده که نسبت به سال گذشته 52% افزایش یافته، چقدر خوشبینانه است و چقدر امیدوار کننده است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من سلام و بعد از ظهری بخیر دارم خدمت شما. بعد از ظهرتون بخیر. بدون شک صادرات افغانستان در مجموع پنج قلمی که مربوط به بخش کاری اداره ما میشه که عبارت از بخش کشمش است، میوه تازه، سبزیجات، نباتات طبی و میوه تازه، هر کدام از این متناسب با مو بازاری را که در بیرون داره یا فصل حاصلاتی را که در افغانستان هست در پنج ماه شروع سال که ما شما قرار داریم، الحمدلله همیشه اگر دسته‌بندی بکنیم بیشترین صادرات یا فیصدی صادرات بخش زعفران افغانستان داشته و در مجموع هر پنج بخشش افزایش قابل ملاحظه داره نسبت به پنج ماه سال گذشته. البته منفی وضعیت امنیتی و کرونایی در کشور. درست. در کدام کشورها بیشتر صادر شده آقای هاشمی و نسبت به سال گذشته شما گفتین 52%، سال گذشته چقدر بوده؟ در سال چقدر است؟ اما تا که ما پیشتر بایتون گفتم، اول خب بر کشورهای اکثرا میوه‌جات تازه است که از فصل حاصلات میوه‌جات تازه بود که بر کشور پاکستان بود از طریق اسپن بولک، البته قبل از وضعیت امنیتی که در اسپن بولک به وجود آمد و از طریق تورخم که هم تا اکنون در اختیار دولت وجود قرار داره، صادرات به پاکستان، هندستان، دوبای، استرالیا، کانادا، امریکا، البته اقلام مختلف از این بخش های میوه‌جات صادراتی است که از طریق دهلیز هوایی وارد بازارهای بین المللی میشه و او که ما پیشتر گفتم سوی تفاهم نشه، یعنی 52% بخش زعفران ماست که زعفران نسبت به پنج ماه سال گذشته یعنی در این سال جاری افزایش قابل ملاحظه داره نسبت به سال گذشته و بخش میوه‌جات خشک و سبزیجات و نباتات طبی هم امیدوار کننده است که شامل کشورهای هندستان و کشورهای آسیای میانه اینا میشه. همین میوه خشک و اینا چند فیصد بوده افزایش صادراتش؟ شما گفتید 52% بس زعفران است. بله، اگر ما زعفران از سایر امتی صادراتی افغانستان مجزا بدانیم 14% افزایش نشان میده که در حقیقت یک افزایش قابل ملاحظه است. بسیار. در سال گذشته چقدر بوده آقای هاشمی؟ سال گذشته در همین پنج ماه که هنوز پنج ماه هم ختم نشده حدود 10200 تقریبا 15 یا 20 تن بود، اکنون در حدود 11700 چند در حد 12000 تن صادرات صورت گرفته. تفاوتش کلان بوده؟ خب تفاوت شمی است که ما پیشتر براتون گفتم که 14% افزایش نسبت به همون پنج ماه سال گذشته نشان میده. طبیعی است. همیشه زمان که بحث افغانستان مطرح میشه آقای هاشمی، ای که حالا میگن افغانستان بیشتر یک کشور مصرفی است، وارداتی است، وارد میشه از کشورهای همسایه پاکستان، ایران، اینا، حالا بحث صادرات هم مطرح میشه و حالا ما زعفران را داریم که 52% شما هم گفتین که افزایش را نشان میده صادراتش و بحث میوه تازه هم 14%. به نحوه حالا ما از وارداتی به صادراتی شدن میریم؟ طبیعی است که افغانستان یک از کشورهای در منطقه هست که بیشترین بازار مصرفی میوه‌جات تمام محصولات خارجی افغانستان داره، ولی بخش میوه‌جاتش نسبت نبود سرطانه های میاری یا سرطانه های بزرگ که حداقل باغدارا یا دهاقین در اون نگهداری بکنن، بیشتر واردات میوه از بیرون از کشور است. ولی این یک جمله را نگفته نباید گذاشت که اکثر میوه‌جاتی که از بیرون وارد افغانستان میشه میوه‌جاتی در افغانستان و حاصلات داره، از جمله کیله، کینو،
ام و سایر میوه‌جات دیگه که بازار مصرفیش در افغانستان بیشتر دیده میشه و از کشورهای همسایه وارد افغانستان میشه. ولی داره که الحمدلله زراعت افغانستان روز به روز سال به سال در قسمت معیاری شدن تولیدات و بخش صادراتیش که روشن است که عموم معیارهای بین المللی مد نظر گرفته میشه برای همتی صادراتی افغانستان و او خصوصا توسعه صادراتی را که نه از لحاظ آماری ولی از لحاظ کشوری که ما آمار بسیار بالا داریم که شامل 50 چند کشور دنیا میشه، 57 یا 58 کشور دنیا میشه که دهلیزهای هوایی هم میتونه که کمک بزرگی برسانه برای امتی صادراتی افغانستان از لحاظ معرفی کردن امتی تولیدات زراعتی و صادراتی افغانستان. ولی از لحاظ آمار واضح و روشن است که یک مقدار میتونیم بگویم چون دهلیزهای هوایی و ظرفیت یا او مقداری را که تولیدات در کشور وجود داره و نیاز به صادرات شده میشه و ظرفیت نمی داشته باشه. درست. حالا اگر مشخص روی صادرات صحبت بکنیم آقای هاشمی، ای که پولی که از صادرات سالانه بعد از شما میرسه تنها منظور میوه خشک و نباتات طبی که شما رئیسی بخش هستید؟ اگر سوی تفاهم نشه که منتو در معرفی هم شما کوتاه‌تر ساختین، اسم اداره ما بزرگتر از اسم ما هست. اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات خشک، میوه‌جات تازه، سبزیجات و نباتات است. این در حقیقت 5 سکتور تشکیل میده. اگر سکتور زعفران هم که از او جدا بدانیم تقریبا 6 سکتور میشه. ما مسئولیت می بخش داریم و در اینجا همیش آماری را که ما در بخش صادراتی می داشته باشیم طبعا در یک بخشش، مثلا اگر بخش کشمش ما افزایشش کاهش داشته باشه، بخش میوه تازه ما افزایش می داشته باشه، اگر مثلا آنی که مثلا زعفران ما نسبت به سایر میوه‌جات ما در قدم اول قرار داره که محاسبه را که ما از مجموع از اینا داریم در این 5 سکتور یک مقدار همونطور که پیشتر گفتم افزایش هست که در تقریبا ما میتونیم نسبت به قضیه خوشبین باشیم. ولی این مسئله امنیت، موضوع وضعیت کرونایی در کشور روی که این موضوع مفصلا صحبت میکنم، ولی که اگر آمار دارین ما میخوایم یک سقف برش تعیین بکنین که حالا چقدر مثلا در این 5 ماه یا در این 6 ماه چقدر شما صادرات داشتین، سال گذشته چقدر بود، آیا بستگی افزایش صادرات شما بستگی به شرایط افغانستان داره، چگونه است، چه چیز را ما از افغانستان صادر میکنیم؟ هرچند شما 5 سکتور را گفتین که مسئولیت شما دارید. ما پیشترم براتون گفتم تکرارشم برای بار سوم است فکر میکنم که 10215 تن در 5 سال ببخشید 5 ماه سال گذشته بود، در حدود 11000 چیز کم 12000 تن هم در 5 ماه اینمی سال جاری هسته که با نظر داشت عظیم گفتم که افزایش تقریبا 14% را داره بجز از زعفران. و میوه‌جات که از افغانستان صادر میشه طبعا کشمش است، میوه خشک شامل خسته، پسته، بادام، جلگوزه، چارمغز و غیره میشه. میوه‌جات تازه هست که شامل خربوزه، انگور، انار، سیب، گیلاس، زردالو و غیره این چیزهای محصولات زراعتی افغانستان میشه. و سبزیجات ما شامل پیاز، کچالو، سیر، رومی، بادنجان خشک و گشنیج به کشورهای منطقه خصوصا عراق و سوریه و اینجا صادرات میشه ایران. و بخش نباتات طبی است که شامل هنگ، زیره، زرچوبه و در حدود اینا در مجموع میتونم که آنچه را که مسئولیت بخش صادراتش و ارائه تزکنامه کیفیت و خدماتیش اداره انکشاف صادرات کشمش میوه‌جات و سبزیجات افغانستان داره به 109 قلم میرسه که شامل 109 قلم امتیاز صادراتی تنها در بخش محصولات زراعتی افغانستان و صادرات است. و در بخش دیگه طبیعی است که قالین هست که الحمدلله یکی از افتخارات از کشور است، صنایع دستی هست، سنگای قیمتی و نیمه قیمتی است و سایر اجناس دیگه است که چون خارج از پروسه کاری ما میشه ما نمیتونم که با آمار دقیق
محاسبه دقیق سر از اونها بحث داشته باشم. ولی آنچه که مربوط به بخش کار خود ما میشه، مجموعاً 109 قلم امتیاز صادراتی مربوط به محصولات زراعتی افغانستان و در 3 صادراتیش هم که بنده مسئولیت یا متصدی یا میپاشه در ارتباط به ارائه تذکرنامه کیفیت برای کشورهای دنیا و خصوص 58 کشور یا 57 کشور دنیا است که عملاً کشورها هم در حالت رشد، در حالت اضافه شدن به آمار صادراتی افغانستان میشه. بسیار خوب. حالا اگر اجازه بدید روی وضعیت امنیتی صحبت بکنیم. ما در این اواخر شاهد از این بودیم که شارگای اقتصادی به دست طالبان افتاد، بندرها و شهرهای بسیار مهم. چقدر تاثیر مستقیم و غیر مستقیم روی کار شما گذاشته آقای هاشمی؟ در اون هیچ شکی نیست که یکانه نگرانی را که اداره ما داره و رهبری وزارت محترم تجارت و در مجموع تمام دستن در کارهای از این بخش که تولید کننده و صادر کننده هست، همین نقطه هست که ما دو نقطه را داشتیم. این دو نقطه تهدید داریم. عملا یک بخش ویروس کووید 19 یا کرونا هست و دومش هم موضوع امنیتی است که بیشتر مردم ما را خفک ساخته و جامعه ما را به کامی نابودی در حال پرتاب ساختن است و دلیلش هم همین است که بنادر ما متاسفانه در اختیار دشمن قرار دارد. بدون شک وضعیت امنیتی بخصوص بعد از آوردن بنادر کشور توسط مخالفین دولت تاثیرات منفی را بالای صادرات افغانستان و واردات افغانستان میگذاره که اداره ما از این ناحیه سخت نگران است و طبعا حاصلاتی را که سالانه به هزاران تن از بخش دهقین یا بخش زراعت افغانستان که پیشتر براتون گفتم که در حالت میاری شدن است و صادرات هم به می ترتیب واسط سفیر خصوصی افغانستان که با بسیار علاقمندی در بخش پکینگ بسته‌بندی و سایر موضوعاتی را که مربوط میشه به بخش سفیر خصوصی افغانستان که یک نوع علاقمندی دیده میشه، متاسفانه اینو همیش به یأس و ناامیدی نسبت نبود امنیت در افغانستان مبدل خواهد شد. درست. حالا طالبان به بندر آقینه حمله کردن، هرچند این حملات چون از نیروهای امنیتی عقب زده شده، ولی ابو نصر فرایی، اسلام قلعه، شیرخان بندر، حالا شهر زنج، مرکز ولایت نیمروز هم به دست طالبان است. اینا چقدر تانسته که روی کار شما سایه بندازه؟ آقای هاشمی، شما از این بنادر هم صادرات داشتین؟ در مجموع تمام بنادر افغانستان در حدود 13-14 بندر میشه و شمول بندر غلام خان و بندر آقینه که شما گفتین که لاجورد اینا هست و تمام بنادر صادرات افغانستان صورت میگیره که متاسفانه همونطور که شما گفتین به جز اینکه دو سه بندر متبقی بندرها طبعا این مشکلات خود می داشته باشه. درست. روی استانداردش اگر صحبت بکنیم که همه را انتخاب میشه کالاهایی که از افغانستان صادر میشه به مارکت های جهانی، به گونه استاندارد روش کار صورت نمیگیره. روی موضوع دیدگاه شما چی است؟ چقدر تلاش شده در این اواخر، چقدر کار صورت گرفته به خاطر از اینکه اگر از افغانستان میوه‌جات صادر میشه به خارج از افغانستان، چقدر این صادرات معیاری است و استاندارد است، چقدر کارش شباهت داره به کار کشورهای دیگر؟ اگر هدفتان از برنامه کار اداره ما باشه، الحمدلله با توجه با وضعیت صادراتی افغانستان یا ارزشی را که کالاهای تولیدی زراعتی افغانستان در بیرون از کشور داره، اداره انکشاف صادرات کشمش، میوه‌جات و سبزیجات افغانستان تانسته که در همون معیارهای یا همون استانداردهایی را که دنیا برش نیاز دارن که ما پیشتر براتون گفتم شد 50 چند کشور دنیا شامل کشورهای اروپایی، آسیا، آفریقا، آمریکا، استرالیا و کشورها میشه، با توجه با مو اعتبارنامه های بین المللی که برای ظرفیت کاری از اداره که عبارت از بخش تثبیت امراض زهری و ارائه تصدیق‌نامه کیفیت کل سرتیفیکیت برای امتیاز صادراتی افغانستان از طریق اداره ما ارائه خدمات میشه، این ظرفیت الحمدلله وجود داره و در بخش تقریبا 25 الی 27 قلم امتیاز صادراتی افغانستان که مربوط به بخش محصولات زراعتی میشه ارائه تصدیق‌نامه کیفیت میکنه که این توسط آیسو
یا استاندارد جهانی اعتبار نما برش داده شده و یک ارزش است برای دنیا و با توجه با اینمی ارزش است که بیشترین خریدار میوه‌جات افغانستان کشورهای اروپایی و آمریکایی اینجا هستند. بازار این میوه‌جات در مارکت‌های جهانی چگونه است؟ جایگاه خاص خود را داره آقای هاشمی؟ ما پیشتر تکرار کردم که واضح است چون از لحاظ طبیعی ارگانیک بودن میوه‌جات افغانستان با سایر میوه‌جات دیگر کشورها برتر محاصل و شده یا این را بهتر می‌دانند، اما دلیل باعث شده که بیشترین خریدار میوه‌جات افغانستان کشورهای اروپایی باشد. درست. کار که صورت گرفته، شما گفتین که مسئولیت پنج سکتور را به دوش دارین، کار که صورت گرفته تا کنون با گذشت دو دهه قناعت بخش بوده برای صادرات افغانستان آقای هاشمی؟ مشکلاتی که در گذشته وجود داشت که عبارت از امو استاندارد بودن امتیاز صادراتی افغانستان بود، ما در این سه سال اخیر شاهد ازی هستیم که در امی عرصه که عبارت از بخش استانداردهای امو ارائه تذکرنامه کیفیت که دنیا سر کیفیت فکر میکنه، الحمدلله یک نوع سهولت بسیار بزرگ به دست آمده و این ما میتونم که یک افتخار بزرگ برای رهبری وزارت تجارت و زراعت و سایر نهادهایی که دخل هستند در قضیه بخش سکتور خصوصی افغانستان این ما بشمارم. درست. چقدر کار صورت گرفته آقای هاشمی؟ من میخوایم بدانم کار که صورت میگیره به گونه 100% قابل قناعت بخش است؟ 100% من نمیتونم، چون هر کاری که آدم در هر جا انجام میده حلال مشکلات برای همه چیز شده نمیتونم، ولی حداقل نیازمندی هایی را که برای صادر کننده های ما مرفوع میسازه او قناعت بخش است. ما میتونیم که زمانی که یک صادر کننده به گونه مثال جلگوزه به چین میره و او سند ما برای از او 100% کارایی داره، او را ما میتونیم که 100% بدانیم، ولی اگر به شکل کل باشه و به طور کل باشه ما نمیتونیم بگویم که 100%، اینو میتونه که حلال مشکلات شود. بسیار خوب، موضوعات خوبی بود آقای هاشمی، واقعا امیدوار کننده است. حالا ما میخوایم بدانیم که برنامه های کلان بر آینده چگونه است؟ وجود داره ای که حالا ما میبینیم همزمان هم جغرافی های جنگ و سرش پیدا میکنه و همی که مردم بیشتر ناامید میشن نسبت به بقای افغانستان. ما میخوایم بدانیم که برنامه های کلان شما چی است بر آینده، بر صادرات میوه خشک و نباتات طبی و موضوعات که شما اشاره کردید؟ برنامه وجود داره؟ بله، هر اداره برنامه و پلان خود می داشته باشه، من جمله اداره ما. من فی موضوع امنیتی و ویروس کرونا که دو عنصر است که بالاتر از توان صحبت های من هست، در بخش های کاری دیگه داره تلاش داره که حداقل یک بخش که ما در هنگ با او مشکل داریم که بخش انالیز است یا بخش همو سیفتیش است یا از لحاظ تکنیکی تحلیل تجزیه کیمیاویش است، سر از او برنامه کار که دارم هستیم و نهادهای مختلف هم دخل از این قضیه هستن. اگر خدا بخواه که او به عرصه تطبیق گذاشته شود، در حقیقت بزرگترین کاری را افغانستان یا اداری ما انجام داده که حالا معلوم شود که آیا او ظرفیت ها با توجه با این دو وضعیت را که در افغانستان حاکم است، وضعیت امنیتی و ویروس کرونا، آیا از بیرون زمین سازی میشه نمیشه، یک بحثی جداگانه است. ولی کارش آغاز کردین، کار شروع شده، تلاش ها جریان داره؟ یک بخشی که مربوط به بخش کار ما میشه و سرتیفیکیت کوالیتی میشه، بله، در هماهنگی با اداره محترم انسا و نهادهای زیدخ و خصوص پانتون کابل، بخش پانزه فارمسی پانتون کابل و سایر نهادهایی را که در این عرصه کار میکنن
بله، یک بخشش ما پیش بردیم و او تقریبا به پای اکمال رسیده، کاملا به پای اکمال رسیده، کاملا ما از او استفاده می کنیم، با البته با مو استاندارد ها یا مو پارامترهایی را که در بخش کوالیتی سرتیفیکیت به کار برده میشه که منظوری در مقام ریاست جمهوری امکلاته شد، عملا از او استفاده میشه که هیچ مشکلی در راستا دیده میشه، ولی در بخش انالایزش یک مقدار مشکلات وجود داره که بیشتر ساحه کار وزارت محترم زراعت یا وزارت محترم صحت عامه میشه، البته در هماهنگی با سایر نهادهای دیگه، ولی مستقیما ارتباط میگیره با بخش کاری از اونها. آیا بحث کرونا و امنیت مدرسه در این بخش شما اشاره میکنید؟ ما هر چی که تلاش بکنیم، اگر مرزهای افغانستان مسدود باشه و خدای نخواسته روز فرا برسه که پروازهای هوایی هم از کابل با بیرون از کشور مسدود شود، طبیعی است که هر چی گفتیم ما لافی رکزیم به هوا گفتیم. بسیار خوب، امیدوار هستیم که همچین نشه. تارگت تعیین کردین آقای هاشمی که قرار است در سال 1400 چقدر صادرات داشته باشین در بخش خود شما؟ البته بسیار سوال بجای، البته آنچه را که ما به قول خود تارگت تعیین کردیم که ما پلان میگیم، بله متناسب با اونمو میاری را که دنیا یا صادر کننده ما در سال جاری داشتن که حدود 150,000 تن بود، ما متناسب با مو پلان داریم، اگر خدا بخواهد که او را ما عملی بکنیم مشروط برای این دو وضعیتی را که سرش ما شما بس کردیم. نسبت به آینده صادرات افغانستان یک تصویر واضح و روشن وجود داره پس؟ از گذشته ها وجود داشت، ولی این دو حالت یک مقدار به وقت پیش آمده و خفه کننده است برای مردم ما و برای جامعه که امیدوار هستم ما دیگه سری از این امیدی بحث نداشته باشیم. بسیار زیاد تشکر آقای سید عظیم مصطفی هاشمی، رئیس اداره صادرات میوه خشک و نباتات طبی. ممنون آقای هاشمی. خواهش میکنم، لطف کردید. سلامت باشید. نرخ اسعار نرخ طلا. ممنون که بیننده برنامه زیربنا بودید. وقت شما خوش. خدا نگهدار.